عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور است و پس از گذر از دوران جنجال برانگیز مسئولیتش روزهای به نسبت آرامتری را سپری می کند. با شهید بهشتی رابطتون چطور بود تو هامبورگ؟ با هم دیگه آشنا شدید قبلش و اینکه چه اتفاقی افتاد؟ نه، شهید بهشتی رحمت الله علیه قبل از بنده برگشته بودن به ایران. من زمانی که به آلمان رفتم آقای سید محمد خاتمی امام جماعت مسجد هامبورگ بودن که ارتباطات خیلی هم زیادی با ایشون نداشتم، چون من در جنوب آلمان بودم اون زمان تا قبل از انقلاب و ایشون در شمال آلمان بودن. من ارتباطی با شهید بهشتی داشتید شما؟ نه، ارتباطی با ایشون نداشتم، ولی با محصولات کاری و فکری شهید بهشتی ما مواجه شدیم. از جمله تشکیل رابطه داشتید شما اون موقع با هم؟ ارتباط جزئی بود توی بعضی از نشست‌ها، سمینارها شرکت می‌کردیم. فعالیت ایشون اون موقع چطور می‌دیدید؟ به نظرم غیر انقلابی بود، چون ما یک روحیه انقلابی داشتیم. خاتمی در هامبورگ قبل از انقلاب غیر انقلابی بود؟ بله، بیشتر لیبرال بودن، بیشتر میخواستن مسجد رو حفظ کنن، مسجد رو مورد سوء ظن دولت آلمان قرار ندن، ولی برای ما ملاک دولت آلمان اینا نبود، ما میخواستیم انقلابمون رو آرمان بس همون. احتمالاً اون موقع تعارضاتی هم با خاتمی داشتید دیگه. آره، ولی نه شفاف بود، نه موازه ایشون خیلی شفاف بود، نه موقعیت من به گونه ای بود که مثلا من درگیر بشم، چون یه دانشجوی مثلا تازه وارد بودیم، سال اول ورودمون بود و یه جوان نورسیده ای بودیم. بعد به کجا رسید این فعالیت های شما در هامبورگ و فعالیت های خاتمی در هامبورگ؟ البته وقتی که من از کارلسروه که جنوب آلمان بود آمدم به کلاستال که قسمت شمال آلمان بود، به هامبورگ نزدیکتر شدیم دیگه، فعالیت ها که قبلا تو مسجد مونیخ آلمان یا مسجد آخن، مسجد بلال آخن بود، از اونجا منتقل شد به مسجد هامبورگ که در اینجا آقای خاتمی دیگه برگشت به ایران، یعنی ایشون رو برگردوندن به ایران. بعد یک کسی دیگه به اسم آقای محمد مقدم که ایشون الان مسئول معاونت بین الملل دفتر نشر آثار امام خمینی هستن، ایشون بودن یه 12 سالی اونجا بودن که من بیشترین چالش رو با ایشون داشتم، یعنی دعوا و درگیری و کشمکش و اینا با ایشون داشتم، چون همه اینا آدمای لیبرالی، آدمای غیر انقلابی بودن که حاضرم نبودن. خب این هایی که شما میگید آدمای لیبرال و غیر انقلابی، الان نزدیکترین افراد هستن که هم به امام بودن هم الان به بیت امام هستن، شما چطور اینها رو غیر انقلابی میدونید؟ من اینا رو ضد انقلابی میدونم. ضد انقلابی؟ دانه. خب اینا هم در کنار امام بودن هم الان در بیت امام، خیلی مورد تایید و تکریم. شما چطور میتونید همچین چیزی رو بگید در مورد این افراد؟ چقدر باید شفاف بگم؟ خیلی شفاف. خیلی شفاف. به نظرم الان بیت امام خمینی یک بیت کاملا ضد انقلابی است و دشمن موفق شده که عناصر بیت امام خمینی رو به ضدیت با ارزش‌های امام خمینی بکشونه، یعنی ریشه افکار و آرمان‌های امام خمینی الان داره از بیت ایشون زده میشه و این ثمره 30 سال تلاش ضد انقلاب خارجی و عوامل داخلیش هست که الان نیروی انقلابی و آرمانگرا در مجموعه بیت امام خمینی به ندرت می‌بینید، حتی اونا منزوی میشن و اگر یکی از نوادگان امام خمینی هم یک حرکات انقلابی رو بخواد انجام بده خیلی بهش میدان داده نمیشه. ولی چه کسی؟ حالا نمیخوام اسم ببرم. ولی اگر از ورز انقلابش میگید دقیقاً انقلابیش اون نظر مثلا سید علی خمینی. خب نوه کوچیک سید امام خمینی رحمت الله علیه، فرزند سوم حاج احمد میشه. بله. آقای سید حسن خمینی رو سید یاسر خون، سید علی. شما سید علی رو میگید که انقلابیه. بله، حالا من خیلی ارتباط نزدیک الان با این آقایون و این آقازاده ها ندارم، ولی از مواضعشون
من از مواضعشون دارم میگم، چون الان خود بنده رو توی بیت دیگه رسمیت نمیشناسن. حالا ضمن اینکه من همشون رو هم دوست دارم، اینم دلسوزانه دارم میگم، الان دارم جلو دوربین دارم هشدار میدم، اگه سید حسن مراقب خودش نباشه به عنوان آلت دست هاشمی به یک ضد انقلاب محض تبدیل میشه و هاشمی اهل قربانی کردن نیروهای انقلابه. حتی بازرگان را هاشمی منحرفش کرد، حتی بنی صدر با حمایت هاشمی به نوعی به تعارض با انقلاب کشیده شد، حتی میر حسین موسوی رو هاشمی برای ابزار خودش قرار داد و علیه انقلاب شوروند، کروبی رو ایشون فریب داد، خاتمی رو ایشون فریب داد. من هاشمی رفسنجانی رو به عنوان ام الفسادی در درون نظام میبینم که ایشون از همه عوامل استفاده میکنه برای اینکه همه رو له بکنه، خودش بالای سر اونا، بالای سر قربانی های خودش قرار بگیره و جایگاه برای خودش ایجاد بکنه و خودش رو تثبیت بکنه. هاشمی اصلا تعارف نداره که بسیاری از نیروها رو تلف بکنه برای اینکه خودش مطرح بشه و مورد حمایت غربی ها قرار بگیره و امثال اون. با این نکاتی که الان حالا شما اشاره دارید، بس کلا آقای رفسنجانی رو ضد انقلاب میدونم، یک خائن ضد انقلابی. پای حرفتون هستی؟ پای حرفم هستم، هر دادگاهی هم که خواستن من میرم اونجا ثابت میکنم. خب ایشون الان جزء مسئولین نظام، خب شما مثلا چطوری همچه فردی باید مسئولیت نظام؟ بله ایشون هم جزء مسئولین نظام، هم جزء مصائب نظام. خب مگه میشه؟ بله. پس چرا مسئول قرارش دادن ایشونو؟ علت داره. ما یک در انقلاب اسلامی ما یک پروسه بیداری جهانیان رو در پیش گرفتیم. انقلاب اسلامی باید زمینه ساز ظهور امام زمان بشود. این انقلاب باید با حکومتی جمهوری اسلامی ابزاری پیدا بکنه برای این برای اینکه آرمان‌های انقلاب اسلامی در جهان توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و جهانیان آماده ظهور بشوند. بنابراین باید همه عناصر و عواملی که در داخل هستند در این نظام حفظ بشوند، مگر اینکه کسی شمشیر بکشد، کسی علناً و عملاً اعلام جنگ خیابانی بکند علیه نظام. مثلا هاشمی رفسنجانی فتنه 88 رو با همون نامه 19 خرداد 68 خودش علیه امام خمینی شروع کرد. 88 گفتم چی؟ 68 گفتم، معذرت میخوام، برای 88 آغاز کرد. اما وقتی که دید این فتنه گری به جایی نمیرسه، آمد در تیر ماه اون سال خرداد، تیر ماه بله 20 آخرین نماز جمعه شون آمد فتنه‌گریشو کرد، بعد از نماز جمعه حذف شد. بعد از حذف از نماز جمعه دیگه اقدام عملی علیه نظام نکرد، وگرنه از مجمع تشخیص هم برکنار میشد، هم از ریاست مجلس خبرگان حذف شد، هم از امامت جمعه حذف شد، منتها در مجمع تشخیص نگهداری شد. دلایلتون برای اینکه بیت امام رو حالا غیر انقلابی یا حالا ضد انقلابی شما دونستید، دلایلتون رو میتونم اشاره کنید؟ حالا چون صرفا شما فقط گفتید اینطوری هستن، دلایلتون چیه برای این ادعایی که شما دارید؟ ببینید الان سبک زندگی افراد بیت امام خمینی رحمت الله علیه عموماً، استثناء رو من میذارم کنار، عموماً دیگه سبک زندگی امام خمینی نیست، سبک زندگی مخالفان امام خمینی است. رفاه طلبی، تجمل گرایی، عیش و نوش های اینچنانی و اونچنانی، اینا الان رسوخ پیدا کرده. ببخشید الان خب خود امام در جماران بوده، خب اینا الان در جماران هستند دیگه، چه بله جماران داریم تا جماران. امام خمینی حسینیه جمارانش رو اجازه نمیداد رنگ بزنن، ولی الان زندگی تجملاتی، تشریفاتی و عیش و نوش ها و گردش ها و تفریح ها خیلی متفاوته. من اینا رو خطر میدونم. از طرف دیگه من احساس کردم باز کلیگویی میکنید. شما اگه بخواید مثلا فکت مشخصی بگید که خب بالاخره مخاطب داره میشنوه این ادعای شما رو،
حتی ممکنه که شما رو دادگاهی کنن سر این قضیه. اشکال نداره. میگم که خب اگه دادگاهی بکنن بعد میتونم برم تو دادگاه مطرح بکنم. خب الان ولی... شما بخواید الان دلایلی اشاره کنید که مخاطب اقناع بشه نسبت به صحبت ادعای که شما دارید مبنی بر غیر انقلابی بودن و ضد انقلابی بودن بیت امام، خب چه مواردی رو ذکر می‌کنید مشخصا؟ اصلا از نظر بنده افراد بیت یک رهبر معیار نیستن، اصلا ارزشی ندارن، جایگاه ارزشی ندارن. ولی اگر افراد بیت یک رهبر، حالا فرق نمی کنه امام خمینی باشن، امام بیت امام خامنه‌ای باشه، اگر اینا بخوان ضد انقلاب حرکت بکنن، اون بیت ضایعه دیگه. حالا در اینجا بحث ما رهبری است، معیار و ملاک رهبر است. اون رهبر هم برای کل امت اسلامی و کل جامعه بشری حجت است، هم برای بیت خودش. ولی اگر قرار باشه مثلا امام خمینی که از دنیا رفتن، کل اصول فکری امام خمینی به هم ریخته بشه، امام خمینی که حاضر نبودن در نجف یک کولر برای خودشون تعبیه بکنن، بعد یک مرتبه با ده ها میلیارد تومان اسراف یک معبدی، یک ساختمانی، بنایی ساخته بشه که بیشتر شبیه بناهای بودیستیه، هیچ سنخیتی با معماری اسلامی، ایرانی و دینی اصلا نداره. خب واقعا آدم چی بگه؟ شما برید الان تو مقبره امام خمینی نگه تماشا بکنید، چه سنخیتی با شخصیت امام خمینی داره؟ بعد اگر تمام موضع‌گیری های افراد شاخص در بیت امام خمینی، عملکردشون، موضع‌گیری هاشون هیچ نسبتی با افکار امام خمینی نداشته باشه، خب آیا من باید الان بشوم حامی اون بیتی که مخالف امام خمینی است، یا باید بشوم مخالف اون بیتی که مخالف امام خمینی است؟ میگم اگر اینها عنوان خمینی را نداشته باشن، اصلا من کاری بهشون ندارم، همینجا جلو دور بینم اسمشون هم حاضر نیستم بیارم، ولی چون اینها ابزار یک توطئه علیه امام خمینی من قرار گرفتن، من امام خمینی برام ملاک دنیا و آخرتمه، من دنیا و آخرتم رو مدیون امام خمینی میدادم. بعد یکی از شاخصهای ممتاز امام خمینی این بود که مخالف خاندان سالاری بود. حالا اگر خاندان خودش بخوان بیان خاندان سالاری رو بعد از ایشون دنبال بکنن، من این رو با جوهره فکری و شخصیت امام خمینی مخالف میدونم. در اینجا عرضم دفاع از شخصیت و افکار امام خمینی است که دارم، یک نقدی بر بازموندگان امام خمینی دارم. و از این که میبینم افرادی دارن خانواده امام خمینی یا بعضی از افراد خانواده امام خمینی رو علیه مرام و منش و مسلک فکری و نمیدونم مشرب سیاسی ایشون دارن میکشونن، من غصه و دغدغم امام خمینی است، من کاری به اینا ندارم، هر چی میخوان باشه. گفتید باغ پدری همه فروخته شده؟ بله دیگه. حالا پس محمد درمانتون از کجا میشه؟ شما چون گفتید نظام هم حقوق نمیگیرید؟ نه، گفتم موقع کارمند هم نبودم که حقوق بگیرم. الان از کجاست من بدم؟ الان کارمندم، من الان دانشگاه هستم. آها، پیام نور. بله بله بله. ولی تا قبل از اینکه برم صدا و سیما اصلا نپذیرفتم که کارمند باشم جایی. من به اصرار آقای لاله. الان یارانه هم گفتید که یارانه هم نمیگیرم. چرا نمیگیرید؟ خب نمیخوام چیزی از نظام بگیرم. خب بگیرید، حداقل وقتی مون بیام کلا روشن کنید. توجه کنید، حالا شما یه ذره تحمل بکنید. پول برخمون رو زیاد نکنید. آره دکتر، ممنونیم که کولر روشن کرد، اینجا خنک شد. من دکتر یکی از فداکاریات همین کولر روشن کردن بود انصافا. جانم، یکی از فداکاریات من همین کولر روشن کردن بودش. لطف کردید واقعا. من امروز خیلی فداکاری کردم. خیلی عالی دکتر. خودت گرما کلا سری ما. من تو سرما، تو سرما تا چند سال پیش اصلا کولر نداشتیم ما تو خونه. من زندان رفتم. خب ولی جز آزاده ها حساب نمیشن، یعنی پرونده نمیدونم فلان جا رو ندارم، شکنجه و نمیدونم مصدوم و مجروح و فلان، اما هیچ چیزی ندارم.
گاهی وقتا بچه‌هام اذیت می‌کردن، یعنی مثلا انتقاد می‌کردن، بابا جون خب مثلا از این چیزا داشته باشیم که ما هم استفاده بکنیم. گفتم اینا نه، اینا باشه برای آخره. ممکنه که ناراحتی بچه‌ها سر همین چیزا باشه. اصلا چون رفتار من شبیه هیچ بنی آدمی نیست و بچه‌هام هم نگاه می‌کنن میگن همه یه جوری دیگه‌ان الا باباشون. بنابراین ممکنه هم انتقاد داشته باشن. یه سوال برام شده. یعنی هم باباشون دوست دارن، هم به باباشون انتقاد دارن. ببخشید من چون نزدیک بهتون برخوردم یه سوال خیلی حاشیه‌ای غیر مربوط، ولی واقعا مثلا شما ابروتون ریخته یا چجوریه؟ ابروتون زدید چجوریه؟ نه خیر من اصلا هیچی دست به خودم نمیذارم. الان ابروتون همینه؟ همینه از اول نمیوده. من گفتم شاید حالا واسه مقدم بشید آیا تو ابروشون همینه و دست نزدم به ابروشون. آیا تو بعد از اینکه انقلاب اسلامی خب به ثمر نشست، خیلی از دانشجو بودن که به ایران برگشتن. درست. ولی شما برنگشت. علتش این بود که با توصیه خود امام خمینی ایشون فرمودن که الان ما در ایران به وجود شما احتیاج نداریم، شما باید بلندگوی رسانه‌ای و روشنگری برای افکار عمومی کشورهای خودتون، کشورهایی که ساکن هستید و تحصیل میکنید، فعالیت میکنید، برای اونا باشید. مردمتون مظلومن، نمیدونن اینجاها در اروپا خبر ندارن که اهداف و برنامه های ملت شما چیه و ظلم های شاه علیه ملت شما چیه. بعد مشخص کنید تا چه زمانی اونجا باشید؟ نه اصلا اونجا در واقع تکالیف ما روزمره روشن میشد، یعنی هر آن ممکن بود یه تصمیم دیگه بگیریم. یه نکته ای که باز آید تو نمده شما مطرحه که حالا پاسختون رو بشنویم، این که در مواقع حساس بحرانی، حالا قبل انقلابی که توضیح داشتید، ولی مثلا در زمان جنگ هم شما حضور نداشتید در مثلا جبهه‌های جنگ. شما در جنگ ظاهرا حضور نداشتید. ببینید خب حتی واژه دفاع مقدس استفاده کنم. بله ببینید، اولا جنگ که شروع شد، اولا انقلاب که شد، ما دلمون می‌خواست اولا با امام خمینی برگردیم ایران که امام خمینی توصیه کردن برید فعالیتاتون رو گسترش بدید، روشنگری بکنید افکار عمومی اروپا را. انقلاب که بیرون شد می‌خواستیم برگردیم، باز گفتن الان نیاز به خارج از کشوره. جنگ که شروع شد، خب من ثبت نام کردم برای اعزام به ایران، به سفیرمون اطلاع دادیم در آلمان، بعد گفتن که نه الان ما دارو می‌خوایم، شما برید. ما تحریم بودیم، آسپرین هم نداشتیم. ایشون گفتن آقا الان ما کیسه خون نداریم، آسپرین نداریم، نخ جراحی نداریم، هیچی نداریم، شما برید، چون ما تحریم هستیم به ما نمیفروشن، برید از داروخانه ها، از کارخانجاتی که دارو تولید میکنن چیزای تبلیغاتیشون و چیزای مازادشون رو بگیرید، ما بفرستیم اینا. یه مدتی من خودم با خانمم اینا میگشتیم برای بساط تدارک اینها. البته من همون اوائل با وجودی که اعزام نشدم از طرف سفارت، خودم آمدم ایران، یه مدتی جبهه بودم و با دوستان سپاه دستفول رفتیم به سوسنگرد و طرف آبادان. و شما حضور داشتید پس؟ بله. بعد جسارتا عکس هم هست. عکس که حالا نه، میخوام بگم که عکس هم... یادگارو که به قول آقای اکبر عبدی زیاده، حالا جسارت نباشه دکتر. بله من... نه من میخوام بگم جالبش هم این بود که همون جبهه هم که میرفتین به من میگفتن که ما الان کسانی نداریم که از این رزمنده ها دفاع کنن در افکار عمومی جهان. شما فیلم بگیر، عکس بگیر. حتی خودشون به من دوربین دادن. من از طرف یعنی شما تو مناطق جنگی به خط مقدم حضور داشتید؟ بله رفتم. بعد جسارت نباشه اسنادشون رو داشتید دیگه، مثلا سند اعزام و اینها؟ بله من از دفتر سیاسی سپاه، دفتر سیاسی سپاه در تهران که اتفاقا خود آقای حسین شریعت مداری هم اونجا موقع فعال بودن، من مجوز گرفتم رفتم به جبهه آوردن. بعد قرار بود مثلا فیلم و عکس و اینا ما بگیریم بریم تبلیغ برای چیز. بالاخره شرایط من، آشنایی من به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی و آشنایی با محیط‌های غربی منو در واقع برام تحمیل کرد که به جای دفاع رزمی برم دفاع تبلیغاتی، دفاع چیز. این از بدشانسی من بود. البته من اگر می‌رفتم، چون روحیه انقلابی هم داشتم، اگه تو انقلاب ایران میموندم حتما اینجا یه جوری کشته میشدیم. اگه اول جنگ اجازه میدادن که ما در خط مقدم بمانیم، حتما انشاءالله جز شهدا کشته شده ها حساب میشدیم. ولی بالاخره قسمت نشد.
آقای دکتر، پیرهنی که شما پوشیدید، ما یه صحبت دیالوگی که با هم داشتیم فرمودید که واسه که فرزندانتونه. من پرسیدم محمد امین، شما گفتید نه یاسین. رابطتون چطوره با هم، با آقای یاسین، محمد امین و ما کلن چون کلن جوانا رو دوست داریم، گاهی وقتا پیرهنهای اضافی اونا رو هم میپوشیم. خیلی، یعنی شما هر کی دوست داشته باشید چیزی ازش میگیرید، چیزی بهش؟ نه، حالا پیرهنه ای که مثلا دیگه ایشون استفاده نمیکنه ما هم استفاده. حالا رابطه هاتون چطوره الان؟ بالاخره من هم بچه های خودم رو دوست دارم، هم خانواده خودم رو دوست دارم، اما بالاتر از خانواده خودم خودم رو دوست دارم و بالاتر از خودم دینم رو. اینا تعارضی که با هم نداره؟ هر جا هم که تعارض داشته باشه باید اولویت بندی کنم. یه جایی که به خاطر دینم لازم باشه باید خودم هم قربانی بشم، یه جایی که خلاصه لازم باشه من باید در دفاع از دینم، انقلابم، ارزش‌های ملی و فرهنگی خودم باید اهل بیت خودم رو هم، قوم و خویش خودم رو، دوست رفیق خودم رو هم نقد بکنم. میشد بر اساس همین دین مبین اسلام؟ خب سوالی که به هر حال از آیه دکتر محمد علی رومی وجود داره، حالا یه بحث هست تا یه حدش خصوصیه که خب اون طبعاً، ولی خب به هر حال چیزی که تو جامعه مطرح نمیتونیم چشمون رو ببندیم آیه دکتر. من از اینجا صریح وارد میشم، نمیشه بر اساس دین مبین اسلام جوری رفتار کرد که فرزندان و خانواده بیشتر صمیمیت‌تر باشن، رابطه‌ها بهتر باشه؟ میشد اینطور باشه؟ میشد واقعا؟ من دیدم که اون حس قریب و اون وقتی گفتید برای یاسینه، من حالتتون رو دیدم. خب میشد که خب یاسین واقعا یاسین باشه براتون، نزدیکتر باشه بهتون؟ ببینید، فرزند من محصول زندگی منه. یعنی فرض کنید 30 چند سال من همه فعالیت هایی که برای همه مسلمان های دنیا داشتم در رأس اونا برای فرزندان خودم داشتم. بنابراین محبت پدر به فرزند چیزی نیست که با یک موردی، با یک موضوعی بیاده بره. این محبت یک غریزی است، یک امر فطری است و هیچ پدری نمیتواند بگوید که من فرزندم را دوست ندارم. بنده هم هیچ جا نگفتم که فرزندم را دوست ندارم و نه الان چنین ادعایی مطرح میکنم. اما بحث بر سر اینه که گاهی وقتا شرایط، وقتی یک انسانی میاد، ببخشید، بحث دوست داشتن که کاملا مشخصه، بحث رابطه پدر فرزندی رو ما داریم مطرح میکنیم. رابطه پدر فرزندی برقراره، منتها وقتی در عرصه عمومی ماجرایی مطرح میشه، یک پدری در یک مسیری قرار داشته از اول و همون مسیر رو داره ادامه میده، بعد حالا فرزندش تحت شرایط تحمیلی عمومی و اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی به یک سمت و سوی دیگه کشیده میشه، ممکنه تحت شرایط بیرونی یه مقداری، یا عواملی که وارد جدیدن وارد زندگی میشن، یه مقداری فاصله ایجاد بشه. اما این فاصله ها نه نفرتی است، نه کینه است، نه بغضی است، بلکه یه مقداری محدودیت ایجاد میکنه. همینو بس. نکتهش اینه که شما به عنوان آقای دکتر محمد علی رامین با این سوابق، حالا نکاتی که وجود داره، میشد زمینه فراهم کرد که این فاصله خیلی کمتر باشه؟ حداقل به عقل بنده نرسیده که بتونم یه کار دیگه بکنم. من هم همیشه این رابطه صمیمی رو داشتم، هم الان فرزندان دارم. الان فرزندان دیگه هم تفکر سیاسیشون مثل خود شما یا همسرت خانم دکتر صفاوردی؟ اصولا از ابتدا هیچ کس از جانب بنده برش تحمیل نشده که نگاه سیاسی بنده همین بر اساس این نگاهی که شما داشتید که تحمیل نکنید. الان خانواده کاملا آزادن، کاملا مستقلن، هیچ کس وابسته از نظر سیاسی و فکری وابسته به دیگری نیست، همه موضع خودشون رو دارن. ما برای انتخابات ها میشیم. نگاه فرهنگی چطور؟ نگاه اجتماعی؟ حالا اول اینو عرض کنم، ما مثلا شبای انتخابات و اینا میشینیم باز بحث میکنیم، هر کسی کارهای خودش و فعالیت های خودش رو داشته، آخر سر بحث میکنیم خب فردا کی به کی رأی میده و کی مخالف کی است و اینا. لذا این بحث ها در زندگی من یه امر عادی بوده و
از اول زندگی خانوادگی من بوده تا همین الان و فکر کنم تا همیشه هم باشه. شاید الان چون بچه‌ها تو شاید سوالی که شما وجود داشته باشه اینه که خب الان بچه‌ها بزرگ شدن واقعا نمیشه چیزو تحمیل کرد. آیا اینطور بوده که بچه‌ها که کوچیک بودن یه جوری قرار بوده که هم فکر شما باشن؟ نه خیر نه. مثلا بعد بزرگتر میشن یه جوری نه یه مثال برای شما بزنم. سال 76 بنده طرفداری کردم از آقای ناطق نوری. پسرم یاسین اون موقع راهنمایی میرفت مدرسه امام صادق علیه السلام. ایشون خودش نوجوان بود، هنوز حق رأی نداشت. ایشون جزء یا تازه فکر کنم اولین رأیش بود، فکر کنم اولین 15 سال بود فکر کنم سال 76 15-16 ساله بود و ایشون اولین رأیش بود. بله ایشون خودش یک گروهی تشکیل داده بود برای حمایت از آقای خاتمی. خب منم آزاد گذاشتم و کارشون رو میکردن. شب انتخابات ایشون دید من نشستم و دارم تو فکر هستم و اینا، اومد با من صحبت کرد که بابا حالا فردا خب به کی رأی میدی؟ چجوریه و من چیکار میکنم؟ صحبت کردم گفتم خب شما که میخوای بری به آقای خاتمی رأی بدی، منم میرم به آقای ناطق نوری رأی میدم، ولی به شما میگم من هیچ بغضی کینه نسبت به آقای خاتمی ندارم، اما عواملی که دورش هستن من نسبت به اونا نگرانم. شناختی که از آلمان داشته به یاسین گفتی؟ بله اطلاعاتمون رو رد و بدل میکردیم. من همه واکنشش چی بود؟ ایشون هم نسبت به شخص آقای خاتمی ابراز محبت میکرد، هم اینکه از اون دغدغه های من یه مقداری دغدغه مند بود. به هر حال ایشون کار خودشون انجام دادن. یک سال بعد یک یادداشتی از آقای یاسین توی مجله هفته نامه صبح منتشر شده تحت عنوان اینکه آقای خاتمی یا آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور من حق داشتم یا پدرم. این توصیه میکنم بخونید. در یک سال بعد از دوم خرداد 76 در کجا منتشر شد؟ در هفته نامه صبح مربوط به آقای مهدی نصیری. آقای مهدی نصیری. این یادداشت رو بخونید خیلی جالبه که ایشون توضیح میده من طرفدار شما بودم، پدرم مخالف شما بود، دغدغه داشت، نگران بود که مبادا چه این و چنان بشود، آخر سر احساس میکنم پدرم حق داشته، اون نگرانی های پدرم درست بوده. علی حال همیشه من خب از چه اتفاقی میفته که باز یاسین از موازی سیاسیش باز همونطور باقی میمونه؟ یعنی اگه همچی یادداشتی هم نوشته، ولی میایم جلوتر میبینیم که یاسین باز نزدیکتره، حتی خطبه عقدش رو خاتمی میخونه. بله ببینید اینا دیگه شرایط اجتماعی سیاسی است. بنده همون موقع هم که از آقای ناطق دوری حمایت میکردم، حمایت مشروط میکردم نه حمایت مطلق. اینجوری نبود که من یک جبهه باشم پسرم یه جبهه دیگه بره. من دنبال حقیقت اسلام، حقیقت انقلاب و حقیقت ولایت بودم و هر کسی هر ادعایی میکرد همینجوری نمیپذیرفتم. پسر بنده هم الان دقیقاً همین کارو میکنه. خب الان نکته که بهش بپردازیم، بعد شما بچه‌ها که کوچیک‌تر بودن هم تحمیل نمی‌کردید؟ نه خیر. حالا به هر تقدیر خب یه خانمی عروس شما میشه که شخصیت معروفی هم هستش، بازیگره، بعد مواضع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم میگیرن. شما نمیتونستید حالا از این اتفاقی که افتاده اینو به فال نیک بگیرید، همینطور که الان با ما گفتگو میکنید با عروس خودتون خانم افشار بشینید صحبت کنید، بگید که خب شما مواضعتون چیه، شما دلیلتون چیه، من دلیلم چیه، همین رو عامل نزدیکی بیشتر اتفاقا قرار بدید. نمیشد این روش رو پیش گرفت تا نرفتن به عروسی و عقد و فاصله گرفتن و ببینید اولا من خانواده خودم رو دوست دارم. کسی عروسم بشه، دامادم بشه، نوهم بشه، به طریق به همون ترتیب هم بهش محبت دارم، بهش علاقه دارم و این محبت رو هم ابراز هم میکنم. بنابراین اگر شما شخص خانم مهناز افشار مورد نظرتون هست، هیچ بغضی، کینه ای، ناراحتی از طرف من نیست. اما به هر حال ممکنه از طرف ایشون این مواضع بنده ناراحت کننده باشه. مواضع ایشون که یه هنرمنده، یک هنرمند هم
موازش خیلی بالاتر از سیاسیونه، خیلی بالاتر از نمیدونم موزیکی‌های روزمره است و نمیدونم نسبت به این موضوع نسبت به اون موضوع. اصلا یک هنرمند شأن خودش رو در حد مسائل روزمره و جناهای سیاسی و شخصیت‌های سیاسی پایین نمیتونه بیاره. حیفه. حالا اگر مثلا من دغدغه‌ای داشته باشم این که حیفه مثلا یه شخصیتی هنرمند ارزشمند و محبوب بخواد این جایگاه خودش رو هزینه این سیاستمدار یا اون سیاستمدار بکنه. حتی ایشون مثلا اگر بنده سیاستمدار باشم ایشون خودش رو و جایگاهش رو هزینه من سیاستمدار بکنه، من که پدر همسرشون هستم. چون جایگاه هنر رو من خیلی بالا میبینم، جایگاه هنر در رده فرهنگ و فرهنگ بسیار بالاتر از سیاست قرار داره. عرصه هنر در کشور ما همیشه تلاش شده از خارج که این عرصه رو به تقابل با نظام اسلامی و انقلاب اسلامی بکشونن و نظام اسلامی رو از این طریق دچار چالش بکنن. هنرمندان ما هم شاید آسیب پذیر بودن به دلیل اینکه هیچ وقت اون بینش سیاسی و مطالعات عمیق و اطلاعات دقیق سیاسی و پشت صحنه رو نداشته باشن. طبیعی است. و اینها گاهی وقتا ابزار قرار داده می شدن، مورد سوء استفاده قرار داده می شدن، بعد وقتی که از اینا سوء استفاده می شد بعد رها می شد. خب الان به طور مشخص اگه بخواید پاسخ سالانه در این مورد بدید، اینکه شما تلاش کردید که هر چند حالا اگه موزه هم وجود داره خب بشیم صحبت کنیم، حالا که به قول شما خالماده من هستید، بشین حرف بزنیم ببینیم که شما دلیلتون رو من بگید، من دلیلام به شما بگم، روابط صمیمیت‌تر و عاطفی‌تر بشه. حالا جالبه که ممکنه من به عنوان یک عنصر انقلابی و مسلمان آشکار در واقع متعصب معرفی بشم، در حالی که من با هیچ مخالف فکری خودم معارضه‌ای ندارم و با همه سال ها شاید 40 ساله دارم بحث میکنم، حرف میزنم، صحبت میکنم، با همه هم رفیقم، با هر انسانی که به عنوان به ما هو انسان بخواد فکرش رو عرضه بکنه منم با فکرش تعامل برقرار میکنم. اما ممکنه یه کسی بگه آقا من اصلا متعصب نیستم، تعصب دینی ندارم، تعصب سیاسی اصلا ندارم، اما مثلا با شما اصلا حرف نمیزنم. ممکنه اینجوری باشه. علی حال یعنی این اتفاق افتاد، خانم افشار به شما افتاد که سلام شما صحبت نمی کنه. حالا دیگه حالا خواسته ایشون، من کلی دین اینجا رو کلی دارم عرض می کنم. حالا در مورد مسائل خانوادگی گاهی وقتا هست که فضای بیرونی است که یک برای خودش معرکه ای رو می سازه. در واقعیت هم چنین چیزی نیست. ببین دهه 70 ماجرای میکنوس توضیح میدی در رابطه با این اتفاقی که افتاد؟ ببینید در یه ماجرای بگم براتون جالبه. من از دهه از همون اول دهه 60 که هم امام جمعه بودم هم یک مبارز خلاصه سیاسی هم مبلغ فرهنگی عقیدت بودم هم یک مبارز سیاسی بودم و هم در بعضی از عملیات‌های فیزیکی که تنبیهی بود شرکت میکردم، برای پلیس آلمان خیلی مورد حساسیت بودم، خیلی مورد توجه بودم. اگر در آلمان یه هواپیمای رو بوده میشد، یه جایی یه بمبگذاری میشد، یه انفجاری اتفاق میفتد، یه کسی کشته میشد، یکی از اولین کسانی که پلیس آلمان میرفت سراغش بنده بودم. زنگ میزدن مثلا در فلان جایی اتفاقی افتاده، زنگ میزدن ببینن من منزل هستم. برای اونها این بود که شما مزدوج بودید دیگه. بله ازدواج کرده بودم، سه تا هم بچه داشتم دیگه، دهه 70 که سه تا بچه داشتم. و برای پلیس آلمان اینجوری بود که یک عنصری مثل رامین این قابل محاسبه نیست، ممکنه نظامی گری بکنه، ممکنه کار امنیتی بکنه، ممکنه کار نمیدونم هر کاری بکنه، کار تبلیغی هم میکنه، کار رسانه‌ای هم میکنه، نمیدونم این از این آدم همه کار برمیاد و هر حرکتی که ضد امنیتی اونها باشه ممکنه زیر سر این باشه، ممکنه آدمایی که با این آدم سر کار دارن، این داره نیروسازی میکنه، کادرسازی میکنه، این آدم برای ما یک خطره.
هم تحت نظرش داشتن، هم میترسیدن ازش، هم خلاصه آتویی ازش نداشتن. وقتی در سال 72 اون میکونوس اتفاق افتاد، اتفاقا یکی از کسانی که حالا بعدن دستگیر شد آقای کاظم دارابی بود که به 20 سال 18 سال 20 سال زندان، چند وقت پیش آزاد شد. بله، ایشون در سال 61 همسلولی من بودن توی شهر سوایبروک، زندان سوایبروکن آلمان، همون 6 ماه معروف. همون 6 ماه معروف یه مدتی ایشون همسلولی من بود. ایشون برای چی؟ ایشون هم تو ماجرای ماینس بودن، یعنی از همدیگر میشه با همدیگه بود، اکیپ شما بودن. بله دیگه، بله، جز دوستان ما بودن که دستگیر شدن و با ما دستگیر شدن و یه مدتی همسلولی بودن. اون تا ایشون یه شور و حال دیگه ای داشتن. من موقعی که زندان افتادم یکی از کارام مطالعه بود، فکر کردن، نوشتن، خوندن. کتابای قدیمی که توی زندان آلمان بودن اینا رو میگرفتم، کتابای خاک خورده ای از 60 سال پیش 100 سال پیش اینا رو میرفتم میگرفتم، هم کتاب خوندنشون رو تمیز میکردم، ردیف میچیدم براشون، منظمش میکردم، هم کتابا رو میوردم تو سلول مینشستم بخوندن. این آقای کاظم دارابی خدا حفظشون کنه، ایشون اعصابش خرد میشد. ما همه سلولا دو سه نفری بودن، ما هم دو نفری بودیم، منتها من یا نماز قضایی میخوندم یا قرآن میخوندم از حفظ، یا دعا میکردم یا کتاب میخوندم یا یادداشت برداری میکردم. ایشون میخواست کسی باش حرف بزنه، باش صحبت بکنه اینا. یه دفعه اعصابش خرد شد، شروع کرد به داد و بیداد، آی من از دست رامین نجات بدید، اعصابمو خرد کرد، نمیخوام دیگه باشم پیش. خلاص پلیس اومد و ایشونو بالاخره از سلول ما جدا کرد، بردش تو سلول دوستان دیگه. ولی خب ما روزانه هم دیدارای اون یک ساعت استراحتمون داشتیم، هم نماز جماعتمون داشتیم. ولی بالاخره اون آشنایی سال 72 که اون اتفاق، بله، وقتی ایشون دستگیر کردن بالاخره یه نسبتی هم پلیس آلمان با من برقرار کرد. من اون موقع در حال انجام دکترای خودم در دانشگاه کلاستال بودم و پایان نامه فوق لیسانس هم هنوز تحویل نداده بودم، چون دولت آلمان اجازه دکترا به من نمیداد. من میخواستم ارشدم و کار دکترام رو همزمان انجام بدم که بهشون بگم آقا این دکترا بودم ارشد چیز. منتها بعد دولت آلمان متوجه این قضیه شد، آمد سراغ من، گفتش که بعد از اون ماجرای میکنوس، گفتش که شما باید اگه میخواید دکتراتو تمام بکنی باید بیای مجوز جدید بگیری، با اون مجوزی که بعد از آزادی از زندان بهتون دادیم نمیتونید دکترا بکنید. بالاخره خلاصه بحث بر این شد که ما مخیر شدیم، یا مثل بقیه دانشجویان ایرانی بریم درخواست بنده، برم درخواست پناهندگی بکنم از دولت آلمان که دکترامو تموم بکنم، یا اینکه ول کنم دکترا رو. و من راه دوم رو انتخاب کردم. خلاصه از پس این باعث شد که شما به ایران برگردید. بله. فقط میکونوس رو اشتران نکردم، این سر میکونوس بود. بعد از میکونوس بود که اومدن سراغ من، حس کردن بودن من دیگه تو آلمان براشون مزر. خطر داره، گفتن یا باید بیاد پناهنده بشید. خب حالا خود ماجرای میکونوس اگه بخوایم بررسی کنیم چه اتفاقی افتاد؟ حالا میکونوس که یه ماجرایی بود، بالاخره دولت آلمان که زیر نظر صهیونیستا اداره میشد یه مرکزیتی پیدا کرده بود، هم برای ضد انقلاب ایرانی هم برای توطئه‌های غربی علیه ایران. ضمن اینکه ایران هم تعاملات خوب اقتصادی اینها با آلمان داشت و حتی در زمان هاشمی سیاست تنش‌زدایی مطرح شد، گفتگوهای انتقادی با آلمانی‌ها با هانس دیتریش گنشر و ولایتی بین اینا مطرح بود. و هاشمی رفسنجانی حالا چون فکر میکرد خیلی روابط صمیمانه با دولت آلمان داره و هرچی آلمانیا مثلا بخوان براشون انجام میده، مثلا میتونی یه حرکتی هم انجام بده در آلمان علیه ضد انقلاب. احزاب سوسیالیست اروپا در برلین یک اجلاسی برگزار کرده بودن، سوسیالیست‌ها کمونیست‌های ایرانی رو که کرد به اصطلاح مال به اسم کومله و فلان اینا بودن، اونا هم دعوت کرده بودن، می‌خواستن اونجا اینا رو سازماندهی بکنن با همه سوسیالیست‌های اروپا علیه ایران، که اون اتفاق افتاد. بالاخره حالا چی بود اینا من تو جزئیاتش
نمیخوام وارد بشم و نیستم. اگه بشه وارد بشید خیلی خوبه. نه بالاخره یه درگیری توی اون رستوران، توی اون کافه میکونوس اتفاقی افتاده بود که یه تعدادی از ضد انقلاب ایرانی اونجا بودن و یه جماعتی میان اونجا تیراندازی میکنن و اینا رو میکشن، یه چند نفرشون رو، یه چند نفر هم در مجروح میشن و مهاجمین فرار میکنن. بعدن یه چند نفری رو دستگیر کردن که هم لبنانی بودن، این آقای کاظم دارابی هم جزء اونا بود و بعد خلاصه به حبس ابد و 20 سال و فلان اینا محکوم شدن. موقعی که دادگاه برگزار شد، من قبل اینکه وارد دادگاه شیم نکتهش اینه، این ماجرای میکنوس غالبا حتی همین ما جوانای نسل ما هم روایت بیشتر اونوریا رو شنیدیم و کسانی که حالا ایرانی هستن و از کشورمون هستن معمولا سریع گذشتن ازش. ما میخوایم بدونیم که آقا واقعا این ماجرای میکنوس چی بودش و اینکه آیا که اتفاقی که سر خود اتفاق افتاد یا نه، به نظر شما همون نکته که الان شما یه اشاره‌ای داشتید، آیا رفسنجانی می‌خواست یه ارزندامی واسه ضد انقلاب تو آلمان داشته باشه، آیا از این ناشی می‌شد؟ تحلیلتون از ماجرای میکنوس چیه به طور مشخص؟ ببینید من میتونم به عنوان یه تحلیلگر تحلیل بکنم، ولی این یه کار به عنوان مطلع چطور؟ نه به عنوان مطلع نمیتونم چیزی بگم، به دلیل اینکه اطلاعاتم ممکنه پراکنده باشه، ناقص باشه. من صریحا می‌پرسم واقعا شما مطلع نبودید از اتفاق ماجرای میکنوس؟ نه. چه قرار رخ بده؟ نه خیر. ولی اگر هم بسیار فعال بودی جمع می‌خوردی. بله خلصه. بله همینطوره، من مطلع نبودم، البته بعداً مطلع شدم، ولی اگر مطلع بودم هم مخالفت می‌کردم، چون این کار رو در نهایت من به ضرر می‌دونستم. ولی چه بسا دولت وقت ما یه جوری با مثلا هماهنگی‌های یه حرکاتی رو انجام بده که بعد خودش به تله بیفته. و ولی چون ریز مسائل اطلاعات و پشت صحنه رو ندارم نمیتونم بگم، واقعا نمیتونم، وجدانن نمیتونم چیزی رو که از پشت صحنه هایی که دقیق خبر ندارم نمیتونم بگم. ولی بعدن از سال 72 تا 76 یک دادگاهی تشکیل شد. تو این دادگاه در سال 75 من دیگه ایران بودم. من ببخشید یه باز شما سال رفته هفته من خیلی سال مشخص بشه، پس شما اطلاع نداشتید، ولی ما یه تحلیل پس از شما میخوایم. یکی همی که اصلا قبل تحلیل باز اقدام شما چی بود بعد از ماجرای میکنوس؟ به طور مشخص شما چی کار کردید؟ یعنی رد کردید این اتفاق و حمایت کردید از این اتفاق؟ چه رفتاری رو از خودتون بروز دادید؟ ببین حالا که زمانی که اولا از اینکه فرض کن ضد انقلابی از بین بره که یه نور انقلابی که ناراحت نمیشه که، اما بحث بر سر این بود که آیا یک ضد انقلابی باید اینگونه از بین برود؟ من مخالف بودم، من این رو از نظر سیاسی غلط میدونستم. یعنی اگر بنده مورد مشاورت قرار میگرفتم که آقا ما این کارو بکنیم، میگفتم نه، سودش بسیار کمتر از زیانشه، سود و زیان میکردیم، میگفتیم نه. حتی اگر مثلا اینا، حالا کاری به این موردش ندارم چون به من مربوط نمیشد، ولی بعدن که من مواجه شدم با یه چنین واقعیتی، خب ناراحت بودم که چرا همچین کاری کردن، چون جب تبلیغاتی بسیار شدیدی علیه انقلاب و نظام و اینها شکل گرفت که ما خیلی ضرر کردیم. یه اشاره کوتاهی تو صحبتاتون داشتید که آقای رفسنجانی می‌خواست ارزندامی واسه ضد انقلاب داشته باشه، این مرتبط هست با میکنوس؟ آقای رفسنجانی آدم خیلی پیچیده‌ایه. پیچیدگی رفسنجانی به این سادگی نیست که من سر یک حادثه‌ای بتونم انگیزه‌های رفسنجانی رو اینجا برای شما تشریح بکنه. نه چون اشاره یه کلیاتی من میتونم گفتید بگم. گفتید که چون رابطه با آلمان خوب بود میخواست، احساس کرد که میتونه. من میخوام بگم منظورتون از میتونه همون ماجرای میکنوسه یا چیزهای دیگه ایه؟ ببینید بالاخره آدم پیچیده ای مثل رفسنجانی اهل بدبستان سیاسیه. مثلا میگه آقا من روابط اقتصادیمو گسترش میدم، من امتیاز مذاکرات انتقادی یا گفتگوهای انتقادی رو میپذیرم که شما ما رو متهم بکنید، هر چه شما بخواید ما جواب بدیم، شما بشید
نمیدونم دادستان جهان ما بشیم، متهم جهانی. من این امتیازات رو به شما میدم، حالا اگر مثلا فلان کار هم انجام اتفاق افتاد منو خیلی با هم سختگیری نکنه. ممکنه از این تعاملات بوده باشه، ولی پشت صحنه است، من اطلاع ندارم، نمیتونم بگم، قضاوت نهایی نمیتونم بکنم. به هر حال دادگاه، من اقدام خاصی نکردم و در علن من میگفتم با هر نوع ترور مخالفم و در این حال اسلام شفاف عمل میکنه، اسلام چیز مخفیانه ای نداره. لذا از این منظر من از اصل جمهوری اسلامی و جایگاه ولایت فقیه با همه وجود دفاع میکردم. حالا اگر کسانی هم آمدن سر یک محاسباتی یا یک چیز یک کاری کردن، چون ریز اطلاعاتشو ندارم قضاوت نهایی نمیتونم. آقای اسفندیار رحیم مشایی، زائده آقای احمدی نژاد. زائده دنباله زائده. نخه زائده و دنباله، یه چیزی که دیگران وصلش کرد. کلاستال، شهر کوچک دانشگاهی در آلمان که بالاترین ثمرات جهان شمول اسلامی رو برای من داشته. لیا واژه غلطی است، ایشون لیاناست. لیا یک واژه تعبیر عبری است، لیانا یک کلمه فارسی است. لیانا اولین نوه عزیز من. خب مثلا با این حساب داوود هم میتونه واژه عبری باشه دیگه. بله، ولی اسم نوه من لیاناست. یعنی یک کلمه، یعنی بانوی خجسته یک کلمه فارسی است. آیت الله مصطفی خمینی، ثمره عمر امام خمینی که با شهادتش انقلاب اوج گرفت. بسیار خدمت شما. که پالت جیوه قرمز، پیرهنی که دیگه پسرم نمیپوشه، من اون رو میپوشم. پالت متوجه نشدم پس یه بار دیگه. من فکرم میگین رنگ جیوه قرمز. نه. پالت آه. یه بار دیگه بریم. پالت، نمیدونم منظورتون چیه، باید توضیح بدید. این در زمان جنگ توی آلمان واسه اینکه به ایران خدمت شما، موادی که شایع شده بود تو زمان جنگ به عنوان قاچاق برای کمک به جبهه ها به ایران آوردید. توضیحی ندارم. یه بار دیگه بس ما اطلاع داشتیم آقای دکتر چی هستش. خب خدمت شما که چون همش هم سیاسی میشه، من خودم چند تا اضافه کردم. آقای دکتر احمد رضا عابدزاده، ورزشکاری که زود صحنه رو به خاطر سکتهشون و بیماریشون ترک کرده. نظرتون هم نظری همین. بسیار. داریوش اقبالی، نمیشناسم. آه خواننده، میدونید داریوش، اون داریوش رو میگم، همون که با گوگوش اون بود. گوگوش رو میشناختید؟ داریوش رو میشناسید؟ 3 2 1 داریوش اقبالی جز اون آدم های مایوس و سرخورده ای که شعرشون، صداشون غم انگیز و تراژدیک بود و به نوعی تو اون فضای دل مرده زمان شاه بازتاب اجتماعی داشت و من هم یکی از طرفدارش بودم. بودید؟ نیستید؟ الان که دیگه جزء مایوسا نیستم، الان که دیگه انقلاب شده و ایران نجات پیدا کرده، دنبال نجات بقیه هم هستیم. یک مسلمان انقلابی دیگه مایوس نیست. اتفاقا نکته که بعدی میخواستم بگم اینه، اوضاع ایران، اوضاع ایران اوضاع انقلابی است که تا زمان ظهور امام زمان این انقلاب ادامه داره، حالا از ایران بعد منتقل میشه به عرصه جهانی. گرانی ها ثمره تنبلی دولت کنونی فقط و البته خیانت های برخی عوامل و توطئه های جهانی. خدمت شما. کلینزمن یک ورزشکار خوب آلمانی که نسبت به برخی مواضع سیاسی مثبتی هم که داشته، منم نظر مثبت دارم. روزنامه کیهان، یک
مدافع در مقابل مهاجمان علیه انقلاب اسلامی که آرمانهای انقلاب رو دنبال نمی کنه. روزنامه اعتماد از واژگانی که باید به دنبال اعتماد سازی در جامعه باشه ولی عملکردش متفاوته. مرحوم حاج احمد خمینی فداکارترین انسانی که در خانواده امام خمینی وجود داشته است. محمد جعفر محمدزاده یک کسی که ظاهراً دیگه بعد از من کار سختی نداشت. محمد رضا رحیمی یک کسی که ارتباطش رو من با هاشمی رفسنجانی میشناختم و از اینکه با آقای احمدی نژاد مرتبط بشود هم مخالف بودم، ولی این اتهاماتی هم که به ایشون زده میشه به نظرم درست نیست. نادر طالب زاده یکی از اولین کسانی که وقتی وارد ایران شدم ایشون توی همون مؤسسه رسانه‌های تصویری با هم آشنا شدیم، از دوستان بسیار عزیز من هستن و من خودم هم ایشون رو تشویق کردم به عنوان مدیر گروه علوم و فنون شبکه 4 که برن در اروپا و مصاحبه‌ای انجام بدن از جمله راجع به هولوکاست و تاریخ غرب. مهناز افشار از هنرمندان مشهور کشور که تقدیر الهی بود که عروس ما بشوند. آزادی بیان یکی از ضروری‌ترین ضروریات انسان به شرط اینکه مورد سوء استفاده قرار نگیرد و در چارچوب قانون باشد. میر حسین موسوی یکی از افرادی که با انقلاب رشد کرد بعد در مقابل انقلاب ایستاد. توقیف یک حرکت اجباری برای کسانی که یک مجوزی بدهند بعد آخر سر ناچار بشوند اون رو پس بگیرند. حسین الله‌کرم یک مبارز و مجاهد انقلابی که بالاترین فداکاری ها رو در دوران جنگ تحمیلی داشته و بعد از جنگ هم وارد عرصه فرهنگ و رسانه و سیاست شد. البته تجربیاتش بیشتر نظامی بود تا فرهنگی و رسانه‌ای و سیاسی. اصغر فرهادی از جمله عواملی که خب همیشه میتوانن مستمسکی باشن و دستمایه‌ای باشن برای مخالفت با انقلاب است. من و تو اینا اون عناوینی است که هیچ در واقع سنخیتی نداره، در واقع این من و منن، اون مونولوگ دارن حرکت میکنن، هر کسی مال اونا باشه میگن من و تو، در حالی که همش خودشونن. اصولگرایی واژه بسیار بسیار مهم و بزرگی که از طرف اصولگراها مراعات نمیشه. اصلاح طلبی به نظرم یک واژه است که همه انسانها اصلاح طلب هستند و فطرتاً واژه خوبی است، اما در عملکرد مدعیان اون اثری از اصلاح گرایی دیده نمیشه. دلواپسی دغدغه هایی است و یک جریان فکری است که با شناخت از دشمن و با شناخت از غرب در مقابل این همه وادادگی در مقابل غرب پدیدار میشه. ابتدا دریافت نمیشه، درک نمیشه، ولی بعدا متوجهش میشه.